مولوی هم میگه، میگه معشوق و عاشق آخر یکی هم نمیتونه دوتا باشه، هیچ حائلی بینشون نیست. نور این دانی که حیوان دید هم، تو نور اون چیزی رو فکر میکنی که حیوان ها میبینن؟ پس چه کرم نابود بر آدم هم؟ اگه تو نوری که تو میبینی حیوان ها میبینن نور اونه، پس این وسط که آدم چیه؟ آدمیزاد بزرگ اشرف مخلوقانه، پس این پس چه کرم نابود؟ یعنی چی؟ کرم کردم بر آدم، همون کرم کردم. پس این کرم خدا رو تو کجا میبینی؟ تو اون نوری داری میبینی که حیوان ها میبینن. من چو خورشیدم درون نور غرق، می ندانم کرد خیش از نور فرق. داوود میگه اینو، مولوی هم اینو داره میگه، میگه ببین من چو خورشیدم، میگه من خودم دارم نور میدم، درون نور غرق، من خودم وسط نورم، توش غرقم. بازم میگم وقتی هفتمین مرحله‌ای که عطار نیشابوری میگه به فقر و فنا میرسی، فنا و موقعی که شما درون اون، یعنی فرا گرفته باشه همه وجودتون، دیگه تو نباشی، قطره با دریا قاطی شده. مرسی. می ندانم کرد خیش از نور فرق، من با نور دیگه فرقی ندارم، قطره با دریا دیگه یکی که میشه فرقی دیگه نداره، جزئی از اونه. رفتنم سوی نماز و آن خلا بهر تعلیم است ره من، ببخشید، بهر تعلیم است ره من خلق را. میگه اگه منم حالا دارم میرم، آخه ازش حالا مثل اینکه سوال میکنن که آقا اگه این انقدر کانکتده چرا میره نماز بخونه یه جا، میگه بابا این کاری که من میکنم اینه که مردم یاد بگیرم، من احتیاجی ندارم. کج نهم تا راست گردد این جهان، این تازه برای من کج رویه، ولی چرا کج میرم؟ چون میخوام این دنیا راست بشه، مردم یه چیز یاد بگیرن، این عامه هر با خود این بود. ای پهلوان، این یه حدیثی از رسول، حضرت رسول که میگه جنگ خودش نیرنگه، این میگه هر با خود به این بود، یعنی پیغمبر صحبت جنگ رو نکرده، این جنگه که من بیام اینجا یه نیرنگی بزنم که ملت حداقل به این فایده نماز پی ببرن، که بتونن برن اون روزن رو برای خودشون باز کنن، که بتونن نور رو تو خودشون اجازه بدن بیاد، که معدنشون رو پیدا کنن. نیست دستوری وگرنه ریختی گرد از دریای رازنگیختی، ببخشید، نیست دستوری وگرنه ریختی گرد از دریای رازنگیختی. میگه ببین من حالا الان دو تا بیت بعد اینو میبینیم، این داره دیگه خیلی داوود اکسایتد شده اینجا، دیگه داره میگه که من یه گردی از این دریایی که پر رازه دارم میگم و میخواهم همتون بدونید، دستوری هم نداشتم که بگم ولی دارم میگم. خب همچنین میگفت داوود این نسب، خواست گشتن عقل خلقان محترق، و میخواست این وسط عقل همه رو آتیش بزنه، با روشن کنه، باز کنه، و این حرفا رو همینطور داشت میزد. پس گریبانش کشید از پس یکی که ندارم در یکیش من شکی. یکی میاد این اپوش میگیره، میگه ببین من شک ندارم به وحدانیت خدا و میدونم داری چی میگی. باز خود آمد، با خود آمد گفت را کوتاه کرد، لب ببست و عزم خلوتگاه کرد. طرف اومد از پشت گرفتش، گفت دیگه حرف نزن، بس زیادی داری میگی، چون ملت نمیگیرن بیشتر از اینا. اون کی بوده؟ ببینید اولیاء الله دوروبر ماهام هستن، باید پیداشون کنی، یعنی اونام باید بیان
یه جوری با شما احساس راحتی بکنن که خودشون نمایان کنن. هر کی بوده، صحبت اینه که هر کی بوده اونم آدم کانکتدی بوده، بهش بگه بس بیشتر از این دیگه راز فاش نکن، جاش نیست. من میگم صاحب گاوه بوده، گفته ما چون خب ما دیگه الان وقتمون فکر کنم دیگه تمومه. این داستان هنوز ادامه داره چون حضرت داوود حکم میکنه و حکم میکنه که صاحب گاوه بعد از خیر گاوه بگذره. باشه نمیگم دیگه. آره نه آخر هم نداره بخاطر بله. بعد از این داستان وقت بعد مولوی نتیجه گیری میکنه و بعد دوباره بر میگرده به داستان دقوقی. باورتون بشه یا نشه، نه یه تیکه دیگه اش هنوز از دقوقی مونده. من خودم هم الان خیلی هم چون آره خیلی کانفیوزم. بالاخره ولی نگاه کنید الان ما تو این 4-5 هفته پیش که داریم صحبت میکنیم، دو سه تا اصل و مولوی یکی وحدت وجود رو خیلی روش داره تاکید میکنه و وحدت وجود این وحدت ارواح و روحه به حالت اینکه همه از یک جان و یک گوهره. یکی دیگه هم این که صحبت باز داره تاکید میکنه روی دید و اینکه ما دیدمون، دید حسیمون نه، دید بینشمون، دید دلمون بتونه چقدر یعنی باز بشه و ببینیم و دیگه روی اینکه بتونیم بشنویم، رو اصل اینکه کانکت کردن ما، وقتی کانکت بکنیم باز به گوهر وجود خودمون بیشتر پی میبریم. صحبت اینا رو داره میکنه و اینکه ما در عالمی که هستیم، در این یونیورسی که هستیم، چقدر داریم از این نعمتهایی که به ما داده شده استفاده میکنیم و چقدر داریم از اینا شکرگزاری میکنیم و چقدر داریم اینا را نادیده میگیریم. این صحبت ها رو فعلا تا الان اینجا برامون کرده. اینم مبحث سنگینیه. این یه تیکه دفتر سوم، یعنی میگم همه جای مثنوی باز به هم دیگه ربط داره و کانکتده، ولی این یه تیکه خیلی تیکه سنگینیه. حالا جا داره هر چقدر ما بتونیم بیشتر روش تعامل کنیم و همچنین آهسته بله. این راجب دعا کردن و حتی بلند دعا کردن بله. دکتر سمیعی رو که میدونید، پروفسور سمیعی که تو آلمانه بله. پدر مغز دنیا لقب گرفته بله. از بس که سرآمد همه است. یه سخنانی داره که خیلی جالبه. یکیش این که میگه مطالب خوب و شما هر چیز خوب میبینید بگید، بلند بگید، تکرارش کنید. مثلا شب ماهو میبینید که انقدر زیبا تو آسمونه، اینو بگید وای چقدر ماه قشنگه، چقدر میدرخشه. این توی مغز شما، توی روان شما خیلی مؤثره. شما ببینید اینو برگردونیم راجع به دعا کردن، راجع به خوب خواستن برای دیگران، راجع به همیشه چقدر اینا با همون کلام انرژی داره دیگه. اون انرژیش به ما باز میتونه، یعنی ما رو میتونه کمک کنه. اما قانون جذبی که گفتیم من خوندم اونو. بله. خیلی جالبه که این میره تو فضا. بله. بعد برمیگرده به خودتون هم. بله. که میگه هیچ وقت نه نیارین تو کار. بله. نگین من نمیتونم. اینو با یه صورت دیگه بگید. من روزی میتونم. بله. شاید تونستین. هر کلامی انرژی داره. بله. خیلی ممنون. راست گفته. استادی داشتم تو دانشگاه، من انگلیسی رو نمیتونم حتیم گفت نبادا یک دفعه بگی این نه رو استفاده بکنی. بله. هرگز این حرف رو نزد. بله. همچین تأکید داری پس نه نداری نه نگی دوباره ها، حتما میتونی. بله.
پس ایشالا تا هفته دیگه آقای موسوی هم اونجا هستن. آقای موسوی ماشالا بح 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 بح. سلام علیکم.